امروز میخوام گیرش بندازم. اینو پیدا کن. The cops are here. You have to get out. I'm almost done. יתחיל את הפריצה הפיזית. דיגה כי עשתי. The mission is burned. They're on to you now. מה המחילות שלה? אז מסוכן עכשיו. ג'וי נדורם ברם. פעת ישם. מדוי קיים כרדני ישראלי אני צ'י. I will get you out. I'll do whatever it takes. דרה קרשו מיקונה. I need your help. The police are looking for me. They're questioning everyone here. דסת אבל לא יבירות! تو میدونی از چی میخوام؟ نه من هیچ وقت خانمو نهیدم. You keep lying to me. You're not gonna make it on my life. خیلی خوشحال هستم که گفتگوی دیگری رو در برنامه‌های لایو ویت سوزی تقدیم شما دوستداران برنامه و طرفداران می‌کنم و خودم خیلی خیلی هیجان زده هستم با گفتگویی که امروز دارم با یکی از بازیگرها و چهره‌های در حقیقت سرشناس هالیوودی، ایرانی آمریکایی موفقی که در فیلم‌های بسیاری بازیگری کرده و همه موفق بودن و اون کسی نیست جز شان توب عزیز که خوشحال هستم دعوت برنامه ما رو پذیرفته و امروز به مناسبت سریال تلویزیونی و فیلمی که نامش رو تهران انتخاب کردن از طرف اپل تیوی با ما به گفتگو می نشینه. مدتی بوده که با شان توب روی خط برنامه ها صحبتی نداشتم، اینقدر بیزی I can never catch him، ولی خوشحالم که این وقت رو در اختیار برنامه قرار داده. خیلی خوش آمدی به برنامه لایو ویت سوزی عزیزم، مرسی از وقتت. سلام سوزی جان، خیلی ممنون، مرسی از دعوتت. It's a pleasure and I'm glad to be talking to you. Thank you. قبل از این که بریم و من یک سری سوالاتی از شما داشته باشم در مورد انتخاب این سریال تلویزیونی که نقش اول رو هم عهده‌دار هستی، دوست دارم که یک نگاهی به گذشته کاری داشته باشم سریع البته، و اون اینه که دوستانی که الان دارن به این مصاحبه توجه میکنن یادتون باشه که شان توب در فیلم های آیرون من، آیرون من 3، فیلم کراش، همچنین The Kite Runner و هوملند بازیگری داشته در گذشته، میان اسمهایی که من الان با وقت برنامه میتونم براتون بهش اشاره داشته باشم، و حالا هم که در مورد جدیدترین سریال تحت عنوان تهران میخوایم باش صحبت بکنیم. اولا که این مصاحبه رو طبق معمول که همیشه نمیدونیم فارسی باشه، انگلیسی باشه، فینگلیش باشه، حالا هر جوری که پیش رفت دیگه ما ترکی صحبت میکنم. ترکی صحبت، چرا که نه، من فقط بلد نیستم دو سه تا کلمه بلدم ترکی، ولی در هر حال خب شان عزیز اصلا بگو که این داستان، این اولا که اسمشو تهران انتخاب کردن، مهمتر از اون بر من اینه که وقتی که این فیلم نامه رو به دستت دادن چی شد که تصمیم گرفتی این نقش رو قبول بکنی؟ والا اینا راستش بگم من در حدود 3.5 ماه سر کله می‌زدیم سر این موضوع، چون که ببینید من هیچ وقت به اصطلاح کاری نکرده بودم از هالیوود که بیام بیرون به اصطلاح، این چون که این سکریپتی که من فرستادن فارسی چی میگن سکریپتو؟ فیلمنامه مثل فیلمنامه رو ریز حالا خود من بلد بودم وگرنه بلد خوب فیلمنامه رو بسید می فرستادن، اول به اصطلاح به من گفتن که اینو پروداکشن، یه پروداکشن به اصطلاح اسرائیلیه که در اونجا، البته من میشناختم نویسنده رو، نویسنده این تهران همون کسیست که بودا رو نوشته. I see. Okay. و با تمام میدونستم رپیتیشنش خوبه. بر صورت اینا مستقیما با من تماس گرفتن، گفتن که ما خیلی دلم میخواد با تو کار بکنیم و یه رول اول و ما کسی رو فکر نمیکنیم بهتر از تو داشته باشیم و خواهش ازت میکنم که حداقل یه نگاهی بکن اینا. در صورت من شروع کردم باشون صحبت کردن، گفتم خیلی ممنون متشکر، ولی بر صورت این فیلمنامه رو واسه من فرستادن و دقیقه‌ای که این فیلمنامه رو شروع کردم خوندن دیدم عجب واقعا این
سریال خیلی جالبی میتونه باشه. و خلاصه به خلاصه بگم ما در صد 3.5 با هم دیگه صحبت میکردیم و بالاخره من گفتم نمیدونید من هالیوود اکتر هستم، نمیدونم که همچین کاری بتونم بکنم فلان اینا. دایرکتور خود سریال خودش از اونجا فلای کرد و اومد لس آنجلس که با من میت بکنه. بذار من با تو یک لانچ یه شام بخوریم و ببینیم که ببینم من میتونم تو تصمیم تواز کنم. و وقتی که صحبت کردیم راجع به این دیدم که این به اصطلاح واقعا اینا در تصمیم دارن که این ایران و اسرائیل رو به هم بیارن به نحو احسنی که واقعا just to show انگلیسیش رو میگم just to show that people are just people. میمونین اتفاقا بسیار کار قشنگیه به نظر منم و برای همین ازت پرسیدم که چی شد که این فیلم نامه رو انتخاب کردی و این رول رو قبول کردی، برای که bottom line حدس میزدم، ولی خوشحالم که ازت پرسیدم که خب شنونده ها و بیننده هامونم بدونن که آدم همینجوری مامانی هنرپیشه رولی رو همجوری انتخاب نمی کنه، دلیلش چیه. و این خیلی قشنگ گفتی و بسیار هم کار قشنگیه by the way. Congratulations. خیلی بهتر. مرسی ازم. خیلی ممنون. آره و خوشبختانه خیلی ها تشویق کردن و واقعا من هر جا میرم کسایی که دیدن خیلی این سریال خیلی خوش اومده، چون که خیلی سریال بلنسیه، می‌دونی یه طرفه نیست. درست. خب همینش قشنگه. رایت. آره از این نظر من این سریال به اصطلاح خوشم اومد، چون که خیلی سریال بلنسیه، نشون میده که مردم همون مردمن با گرفتاری‌های گرفتاری‌هایی که دارن، همه کاراکترها در کامپلکس زندگی ها همیشه خیلی مشکله از هر دو بر حقیقت رو در حقیقت به قشنگی به تصویر کشیده. بله. و من این کاراکتر من فراز به دلیل که من اینقدر به صلاح خوشم اومده بود به خاطر اینکه میدونید کاراکترهای یه بودی بر من اینترستینگ نیستن، میدونی. و کاراکترهایی هست که کامپلکس هستن، کاراکترهایی هست که واقعا they're humanized. They're multi-dimensional characters. کاراکترهای اونجوری که چند بودی باشن خیلی برای آدینس، خیلی برای بینندگان جالب تره. و خیلی هم دیدم فارسی قشنگی صحبت میکنی by the way. والا من فارسی خیلی خوب شده. بله متوجه شده. اینقدر پدرم من رو در آوردن اونجا. نه خیلی خیلی عالی همیشون. چه مدت فیلم برداری این 8 اپیزود گفتی شان نه؟ بله بله 8 اپیزود. چه مدت طول کشید؟ بعد اسرائیل میرفتی رایت؟ نه اکچولی ما یه چیزی دیگه هم که خیلی جالب بود اتفاق افتاد راجع به این سریال. این سریال ما رو تو اتنز فیلم برداری کردیم. Are you serious? آره. Wow. و جوری که من از این میترسیدم، میگفتم وای نکنه که مثلا ایرونی ها بعدشون بیاد بکنم که نه بابا این اصلا یعنی شکل این ببینید همیشه نمیتونید البته فیلمی که مثلا جایی که تهران نیست فیلم برداری کنید، چون نمیتونستم بگم بین تهران اتنز، ولی اتنز رو واقعا تونستن که این اسنس تهران رو به اصطلاح دست بیارن. و خیلی جالب بود این اصلا تموم ست سو اینترستینگ، چون که هم اسرائیلی بود هم ایرانی بود هم کلی یونانی بود. نایس. بسیار کار قشنگیه altogether. بله. و همه به اصطلاح همه واقعا سعی کردن که این به بهترین وجه اینو به اصطلاح این سریال رو در بیارن و واقعا کارشون عالی بوده. چه مدت حالا برای فیلم برداری اسن بودی؟ حالا من که فکر کردم اسرائیل بودین حالا اسن رفته بودین. چه مدت کشید؟ سه ماه. واو.
معظم. آره عجبم که قشنگی، یعنی اون سالا که خیلی قشنگ بود، من یادم 20 سال پیش که اروپا زندگی میکردم، حالا مثل همه جا حتما عوض شده، ولی خب نه خیلی عالیه و خیلی آدمای خوبی هستن و واقعا میگم این یونانی هم که تو تموم در کار همین سریال بودن، واقعا اینا خیلی سعی کردن و همه و واقعا همه دوست داشتن همدیگر رو و سعی میکردن که بهترین کار رو ارائه بدن و آره 3 ماه بود و بعد البته 2 هفته هم از اسرائیل شوت کردن و خوشبختانه باعث یعنی افتخار منه که واقعا تو این سریال باشم. حالا که اپل تیوی هم قشنگ پیکاپ کرده بود دیگه، 25 سپتامبر هم قرار لانچ بشه اولینش، نه؟ بله بله همه الان داره الان به اصطلاح مصاحبه های زیادی دارم چون که اپل 25 شروع میشه و تو تلویزیون حتما خیلی ها دیدن به اصطلاح دیدن این چیزا ادورتیزمنت این تبلیغاتشو، بله خیلی ها دیدن. من با دوستانی که نزدیکتر هستن و معمولا میگم که مهمانانم کی هستن وقتی سوال میکنن، تا گفتم همه بی‌صبرانه منتظر دیدنش هستن و راجبش شنیده بودن، بنابراین خوشحالیم که بتونیم ببینیم این برنامه و این سریال رو که 25 سپتامبر اپل تیوی این رو به نمایش خواهد گذاشت. میدونم بازیگران دیگر ایرانی، چهره‌های خوب دیگر ایرانی آمریکایی هم در این فیلم بازیگری و نقش آفرینی داشتن، ولی در هر حال به همگیتون تبریک میگم، بسیار سریال جالبیه. ممنون. مرسی مرسی. البته میگم این اسم تهران از اول، یعنی ما از اول که این اسم تهران در اومد مثل بوم ترکید و خیلی به اصطلاح اینترستد هم که ببینن که این سریال، ولی من مطمئنم که خوشتون میاد. من که این افتخار رو داشتم، شما محبت کردید که من قبل از مصاحبه بتونم یه ایده بهتری داشته باشم، نهایت محبت رو کردی و من تونستم ببینم این مقدارش رو و واقعا باید بگم بی صبرانه منتظر بقیه اپیزودها هستم، ولی در حال ما وقتمون رو به پایانه. من چقدر خوشحالم از این که این سریال تهران باعث شد که من با شان توب عزیزم که خیلی وقت مصاحبه نکرده بودم، یا این شانس مصاحبه رو باهات نداشتم، البته سر همه فیلمات باهات مصاحبه داشتم، ولی خب خیلی وقت بود که دیگه به قول معروف it was due که ما با شما یه مصاحبه داشته باشیم. مرسی خیلی از ممنون از لطفتون. آره اگرم کسی به اصطلاح میخواد ببینه که من به اصطلاح در کارامو یا دارم چیکار دارم میکنم، همون رو اینستاگرام میتونن هندل منو همون شان توب اسم من هست فالو بکنن و ببینن که چه خبره. I'm sure که همه اکسایتدن و هیجان دارن ببینن هنرپیشه و چهره خوب و سرشناس ایرانی آمریکاییشون چی کارا داره میکنه، پروژه های بعدیش چیه، که انشالله بتونن همه دنبال بکنن کارهاتو. در حال ممنونم از وقتت شان توب عزیزم و از شما طرفداران برنامه هم بی نهایت سپاسگزارم. برنامه هایی که میبینید لطف کنید با دیگر دوستانتون هم در سوشال میدیا شیر کنید که همه بتونن این برنامه های خوب و مصاحبه ها رو ببینن و لذت ببرن. ممنونم. مرسی سوزی جان.